تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی از آمستردام، و حسین علیزاده، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل بین‌المللی از لندن با ما هستن. با آقای عطابکی شروع میکنم. به نظر شما اگر واقعا اینطوری که ادعا میکنن موضوع ترجمه نباشه، چه اتفاقی افتاده که این توافق به تعلیق افتاده؟ ببینید، تمام حواشی پیش آمده در راه امضای این توافقنامه همکاری جامع نشون میده که ما با دو رویکرد متفاوت از سوی ایران و روسیه مواجه هستیم. درسته که باقری کنی، سرپرست وزارت امور خارجه ایران، و همینطور لاوروف اشاره داشتن که میخوان ارتقاء سطح همکاری رو مد نظر بگیرن و جمهوری اسلامی در سیاست گذاری خارجیش اولویت بسیار زیادی به همکاری با روسیه میده. اما گفتنیه که در حاشیه نشست بریکس وزیر امور خارجه روسیه آقای لاوروف اشاره داشت که این متن توافقنامه حاضره، اما امضا نمیشه به خاطر اینکه طرف ایرانی نمیخواد این رو امضا کنه. از سوی دیگه اون دیپلمات دیگه روسیه کابلوف گفتش که مسئول امور آسیای مرکزی هم هست، گفتش که ما منتظر متن نهایی دولت ایران هستیم، اما به دلایلی، نگفت به چه دلایلی، به دلایلی دولت ایران تفره میره از امضای اینجا. حالا اینا رو کنار هم بذاریم، پرسیدنیه این چه دلایلی میتونه باشه. اما گفتنیه که سفیر جمهوری اسلامی ایران در موسکو سراسیمه از این وضعیتی که پیش اومد، شما هم در فیلم نشون دادی، گفت اصلا مشکلی وجود نداره، همه چی راحته. و بعدم حتی یه جا اشاره کرد که اگر آقای رئیسی زنده بود این توافقنامه زودتر امضا شده بود. خب چه دلیلی داره که در غیاب رئیسی این قرارداد امضا نشه؟ همین اشاره سفیر جمهوری اسلامی باعث شد که آقای کابلوف حرفش پس بگیره. گفت من که نگفتم که این مشکلی وجود داره، من فقط گفتم که به خاطر شاید مسائل انتخاباتی از این دست باشه که جمهوری اسلامی این رو در حقیقت امضا نمی‌کنه. یعنی اشاره میخوام بکنم که حواشی پیش آمده بیشتر نشون میده که ما با دو رویکرد، دو در حقیقت رهیافت کاملا متفاوت میتونیم از سوی این دو کشور رصد کنیم در برابر این امضای این توافقنامه همکاری جامع. آقای علیزاده شما چه فکر میکنید؟ آیا فقط شلختگی آشنای داخل ایران هستش که باعث شده توافق به این وضعیت فعلا به تعلیق بیفته، یا یک پروژه دیگری هست، یا یک دلیل دیگری میتونه داشته باشه که ایران از امضاش ممانعت میکنه؟ ببینید، الان تا اینی که سفیر جمهوری اسلامی اعلان کرده که متن بد ترجمه شده، یا طرف روسی گفته که خب حادثه برای آقای رئیسی اتفاق افتاده، یعنی کمی تعامل کنیم تا نفر بعدی، اینا همه بهانه است از هر دو سو. برای اینکه ما درک درستی از این قرارداد داشته باشیم، بایستی این قرارداد رو به موازات قرارداد جامع راهبردی با چین در نظر بگیریم که اون قرارداد 25 ساله است، این قرارداد 20 ساله است. ببینید، در واقع روس‌ها ناخرسندن از اینکه اون قرارداد با چینی‌ها امضا شده و امتیازهای کلانی، آنچنانی که میدونید، یعنی سند که بیرون نیومده، ولی مثلا گفته میشه که فروش نفت ایران با 30% تخفیف در اون حجم بزرگی که داره فروش میره، شما ببینید چه رقمی فقط تخفیف داره داده میشه. خب روس‌ها وقتی اون قرارداد رو به هر حال اشرافی بهش دارن میفهمن، همون امتیاز رو هم از طرف ایرانی میخوان خودشون بگیرن. ببینید، این قراردادی که الان فعلا میگن به تعلیق در آمده، 2001 به امضا رسیده بود، 20 ساله بوده، یعنی 2021 عملا پایان پیدا میکرد. در ضمنش هم این بود که اگر دو طرف اظهار نظر جدید نکنه، اتوماتیک تکرار تمدید خواهد شد. این طرف ایرانی بود که آمد و اظهار نظرهایی رو کرده بود مبنی به اینکه خب طبیعتاً می‌خواستن قرارداد رو غلیظ‌تر به نفع طرف ایران بگیرن. این نکته هم قابل توجه هستش که می‌خواستن امتیازات بیشتری از روسیه بگیرن. چرا تهران یه مقداری نگاهش این شده که بلکه بتوانیم غلیظ‌تر امتیاز بگیریم؟ چون می‌خواست دیگه بگه تنها با شریک تجاری من شما نیستید، ما با چین هم طرف قرارداد هستیم.
اینجاست که روسیه نگران ناخرسند بوده و نمیخواسته امتیازات رو بده. حالا در شرایط پسا اوکراین هم هست، یعنی جنگ شرایط اوکراین هم حاصل شده و مذاکرات هسته‌ای ایران هم معلق شده، تهران روسیه هم میبینه که دست تهران تو حنا گیر کرده، یعنی اگر که اون امتیازاتی که خودش میخواد داشته باشه و کمتر به تهران بده تهران نپذیره، خب شما هم که فعلا المفلس و فی امان الله، شما هم که نه نفت میتونه بفروشه نه گاز میخواد بفروشه، اینجاست که بحث تعلیق مطرح شده. خب روسا بیان میگن آقا به این دلیل نمیان، میگن به خاطر درگذشت آقای رئیسی. آقای جلالی چی بگه که نتونسته کارو پیش ببره؟ آقای جلالی اومد بگه آ ترجمه خراب شد و از این حرفا. واقعیتش این هستش که روس‌ها از اون قرارداد موازی که ایران امتیازات بزرگی به چین داده است ناخرسندن، چیزی مشابه اون رو مطالبه میکنن. آقای اتابکی، وقتی همه اینا رو میذارید کنار هم، چقدر محتمل میبینید که این تعلیق به لغو کامل منجر بشه؟ گمان نمی کنم به لغو این قرارداد منتهی بشه، اما به هر صورت ما با دو رویکرد کاملا متفاوت همونطور که اشاره کردم روبرو هستیم. ببینید، برای جمهوری اسلامی، جمهوری فدراتیو روسیه یک شریک استراتژیک، یک همکاری راهبردی رو مد نظر داره. روسیه چون این درکی نداره از این همکاری. روسیه ایران رو به عنوان یک شریک استراتژیک قلمداد نمی‌کنه. اگر شریک استراتژیک روسیه بود ایران، پوتین آن در ادعاهای کاملاً بی‌پایه کشورهای جنوب خلیج فارس برای تملک بر سه جزیره خلیج فارس در حقیقت تایید مهر تایید نمی‌گذاشت. وقتی که مقامات روسیه از این ادعای بیپایه این کشورها حمایت میکنند، یعنی در حقیقت سود و زیان رو میسنجند، میدونن که رابطه با ایران رابطه استراتژیک نیست، باید از کارت ایران بیشترین امتیاز رو در حقیقت برای چانه‌زنی با غرب اینجا و اونجا، سر مسائل اوکراین، سر مسائل دیگه در حقیقت بگیرن و این کار رو دارن میکنن. اما جمهوری اسلامی به دلایلی که خب کاملا روشنه، تمام سیاستگذاری‌های خودش رو به شرق گذاشته، چاره‌ای دیگه نداره. ما یه زمانی در ایران موازنه مثبت داشتیم، موازنه منفی داشتیم، اما در حقیقت تخم لق در حقیقت این رویکرد به شرق رو جمهوری اسلامی در حقیقت به دهان گذاشت و مدعی بود که این راهکار در حقیقت بهترین راهکار برای سیاست‌گذاری‌های خارجی ایران، و حالا چاره ای نداره، باید بپذیره در حقیقت آنچه که روسیه میخواد. درسته که در زمان آقای روحانی قرار شد که این قراردادی که هر پنج سال به پنج سال قرار بود که تمدید بشه روزآمد بشه، اما همین روزآمدی این داستان باعث شد که در حقیقت این تعویق، این قرارداد تا حالا به تعویق بیفته. من گمان میکنم این قرارداد به هر صورت امضا خواهد شد، به ضرر ایران امضا خواهد شد، اما به هر صورت ایران تلاش میکنه که در این زمینه نقنوق اینجا بکنه و شاید بتونه روسیه رو متقاعد بکنه که در حقیقت امتیازهای کوچکی رو در این مفاد این قرارداد برای ایران لحاظ کنه. آقایون، ممنونم از هر دوی شما. تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی از آمستردام، و حسین علیزاده، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل بین‌الملل از لندن.